از 3 باید کمتر باشه. بچه های عزیزم، قدر مطلق ایکس رو که میدونین داستانش چیه؟ ها یه دونه دهش رو پیدا کردی؟ باریکلا. حواست باشه که امیر رضا قدر مطلق ایکس کشیدن مساوی با 3 نیست. بچه ها یه توضیح راجع به قدر مطلق بهتون بدم. دقت بفرمایید. قدر مطلق یک عدد مثل x میشه خود عدد به شرط اینکه x بزرگتر یا مساوی با 0 باشه و میشود قرینه اون عدد به شرط اینکه x کوچکتر از 0 باشه. ممکنه بگی آخه خیلی یعنی چی؟ میگم ببین قدر مطلق منهای 5 برابر چی میشه؟ میشه 5. چون 5 یه مقدار منفی داره قرینه میشه میاد بیرون. منهای 5 میشه 5. قدر مطلق مثلا 2 چی میشه؟ میشود 2. قدر مطلق این شکلی استفاده میشه که ما جلوتر مفصل راجع بهش صحبت خواهیم کرد. ببینید بچه ها، من میگم قدر مطلق x اگه بخوام از 3 کمتر باشه، یعنی این x خیلی هم نمیتونه منفی باشه. مثلا منهای 5، منهای 6، منهای 7 به دردم نمیخوره. خود منهای 3 خوبه؟ نه. منهای 3 رو بذارم اینجا، قدر مطلق منهای 3 کوچیک‌تر از 3 نیست چون خود 3. اما منهای 2 هست؟ بله. منهای 1 هست؟ بله. 0 هست؟ بله. 1 هست؟ بله. 2 هست؟ بله. آیا 3 هست؟ دیگه نه. 4 هست؟ نه. برو تا آخر. یعنی در واقع x های ما باید عضو منهای 2، منهای 1، 0، 1، 2 باشه. این چیه؟ این شرط حاکم بر عضو مجموعه است. خود عضو مجموعه چیه؟ هر کدوم از اینا رو در نظر بگیر، دو برابرش کن، منهای 1 کن، میشه یکی از اعضای b. بریم. بنابراین b برابر هست با 2 تا منهای 2 چنده؟ میشه منهای 4. منهای 1 میشه منهای 5. دو تا منهای 1 چنده؟ منهای 2. یه منهای 1 دیگه میشه منهای 3. دو تا 0 چنده؟ 0. منهای 1 بشه میشه منهای 1. دو تا 1 چنده؟ 2. منهای 1 بشه میشه 1. دو تا 2 چنده؟ 3. منهای 1 بشه. دو تا 2 ببخشید میشه 4. منهای 1 بشه میشه 3. بنابراین مجموعه B با اعضاش این شکلی نمایش داده میشه. بچه‌ها یه ازم سوالی ندارین؟ محمد دمت گرم، دمت گرم پسر، واقعا آماده داری ظاهر میشی. آفرین. سوالی نیست بچه های عزیزم؟ زنده باد. اگر سوالی دارید بفرمایید، بلافاصله ما صداتون رو باز میکنیم، هم صدای خوبتون رو بشنویم هم سوالتون رو بشنویم، ببینیم که چجوری میتونیم رفعش بکنیم. خجالت نکشید، ممکنه سوال شما سوال بقیه بچه هم باشه. اگه سوالی دارید حتما بپرسید بچه های عزیزم. آره امیر رضا، من حد زدم تو اون اشتباه رو کردی، کوچیکتر مساوی با 1 در نظر گرفتی. خیلی خوب، بریم جلو. بچه های عزیزم، ما بازه ها رو هم با هم تعریف بکنیم. ببینید، من میگم زیر مجموعه هایی از اعداد حقیقی رو که بیانگر یه تیکه از محور اعداد حقیقی هستن، اصطلاحا هم بهشون میگیم بازه. کتاب بهشون فاصله هم میگه. البته کلمه فاصله رو ما خیلی کم استفاده میکنیم، ولی بدونید که فاصله هم در واقع گفته میشه بهش. مثلا آ مساوی با x هایی که x عضو اعداد حقیقی باشه و x بین آ و ب باشه. این بازه که ما با بازه باز آ تا بسته بی نمایشش میدیم، این بازه است. میبینید بچه ما 10 lần sách cũ trăm năm xem chẳng chán thuộc lòng nhắm kỹ một mình hay hai câu thơ đó hai câu thơ đó đáng làm lời dân dạy cho mỗi người đọc sách. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình, đọc nhiều không thể coi là vinh dự, đọc ít cũng không coi là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kỹ sẽ tạo thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm, tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức làm thay đổi khi chấp. Đọc nhiều mà đọc không kỹ, suy nghĩ
mà không suy nghĩ sâu như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ đỗ làm mắt hoa, ý loạn mà không tay không mang về. Thế gian có biết bao nhiêu người đọc đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt,